مرغ عشق از چه چیزهایی میترسه؟ مرغ عشق‌ها در طول روز بینایی بسیار خوبی دارند، اما در تاریکی به خوبی نمی‌بینند. به طور کلی آنها کمی از تاریکی میترسند، زیرا در اثر سر و صدا یا هر حرکت کوچکی که قادر به دیدن واضح اون نیستن میترسند. مانند سایر پرندگان خانگی، فقط باید شبها در تاریکی نگه داشته شوند و بهتر است یک الگوی خواب منظم داشته باشند. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو همراه ما باشید تا کلی مطالب جالب در مورد این پرنده دوست داشتنی بشنوید و لذت ببرید. مرغ عشق‌ها به دلیل دید ضعیف در شب، چیزهایی که در طول روز کمی عجیب به نظر می رسند ممکنه در تاریکی براشون ترسناک باشند. بنابراین نباید درست قبل از خواب اسباب بازی جدید یا حتی چوب نشیمن جدید داخل قفسشون اضافه کنید. این پرنده چون در طبیعت طعمه هستش و در معرض خطر گربه و سایر شکارچیان قرار داره، در تاریکی خیلی نسبت به ایمنی خودش دلهوره داره. هیچ وقت هنگام خواب یک مرتبه چراغ‌ها رو خاموش نکنید و به تدریج نور رو کم کنید، چون در طبیعت هم هنگام غروب کم کم نور کم شده و شب و تاریکی از راه میرسه. در واقع در غروب طبیعت فرصت آماده خواب شدن به پرنده داده میشه. شما میتونید هنگامی که زمان خواب هستش قفس مرغ عشق خودتون رو با ملافه‌ای بپوشونید و بعد چراغ‌ها رو خاموش کنید. مرغ عشق‌ها در تاریکی میترسن چون حرکت سایه‌ها رو در اطرافشون حس میکنن و نمیتونن تشخیص بدن که یک حیوان درنده هستش یا نه. بنابراین پوشاندن قفس در شب با پارچه ضخیم‌تر میتونه یک کمک برای جلوگیری ترس از تاریکی مرغ عشق باشه. این پوشش باعث میشه داخل قفس به اندازه کافی تاریک باشه و از دید پرنده شما به خارج از قفس جلوگیری میشه. پرنده شما باید بدونه که هر وقت قفس او را پوشوندید وقت خواب هستش. او به زودی به این روال عادت میکنه و دیگه از تاریکی نمیترسه. در واقع با این آموزش که وقت خواب هستش و پارچه روی قفس کشیده میشه، از ترس از تاریکی مرغ عشقتون جلوگیری میکنید. البته ممکنه کمی طول بکشه تا پرنده تازه وارد به محیط جدید عادت کنه، ولی کم کم این اتفاق خواهد افتاد. اگر مرغ عشق شما دارای ترس شبانه هستش، روشن نگه داشتن یک چراغ کم نور یا چراغ خواب میتونه راه حل خوبی باشه. چراغ‌های خواب برای ایجاد محیطی آرامش بخش طراحی شدن که استرس ناشی از ترس از تاریکی رو کاهش میدن و به اندازه این نور ساطع میکنن که پرنده بدون نگرانی بتونه بخوابه. احتمالاً این سوال ذهنتون رو مشغول کرده که از کجا بفهمیم که مرغ عشق ترس شبانه داره یا نه؟ اگر مرغ عشق از چیزی یا از تاریکی ترسیده باشه، با هیاهو و صداهای عجیب و غریب شما رو متوجه ترسش میکنه. حتی ممکنه شما با این سر و صداها از خواب بپرید. جیغ زدن برای مرغ عشقها طبیعی نیست. البته اگر بیش از حد هیجان زده بشن، ممکنه هر چند وقت یه بار جیغ نازکی بزنن. اما باز هم به تغییر لحن صوتی که از پرنده خارج میشه دقت کنید. اگر فریاد یا جیغی متفاوت با همیشه میزنه، مطمئناً جای نگرانی داره. دیدن چنین صحنه‌هایی که پرنده ترسیده یا وحشت زده شده خیلی دردناکه. اما شما باید آرامش و خونسردی خود رو حفظ کنید و آروم باشید تا بتونید آرامش رو به پرندتون برگردونید. اولین کاری که باید انجام بدید روشن کردن چراغ‌ها هستش. با صدای آرام با پرنده صحبت کنید. احتمالاً با روشن شدن چراغ‌ها حرکت و پرواز پرندتون در اطراف قفس کم میشه، اما ممکنه هنوز هم برای شناسایی شما به زمان بیشتری نیاز داشته باشه. وقتی که پرنده آرام تر شد، در قفس رو باز کنید. اگر دست آموز هستش اون رو نوازش کنید و اجازه بدید تا روی دستتون بیاد. توجه داشته باشید که هیچ وقت نباید به زور پرنده رو از قفس خارج کنید، چون باعث ترسیدن بیشتر پرنده میشه.
در تمام این مراحل با نرمی و مهربانی با مرغ عشق خود صحبت کنید و منتظر باشید تا کاملا آروم بشه. پس از به دست آوردن آرامش کامل، همه چراغ‌ها رو نباید با هم خاموش کنید. به تدریج این کار رو انجام بدید و در صورت امکان یک چراغ خواب روشن بذارید تا احساس امنیت و آرامش پرنده بیشتر حفظ بشه. خب تا اینجا در مورد نور و چراغ گفتیم، اما لازمه خواب راحت، محیط آرام و بی سر و صداست. پس صدای صحبت کردن یا صدای تلویزیون و رادیو رو حتما قطع کنید و کلن بهتره که قفس پرنده در محلی باشه که رفت و آمد و سر و صدای خانه در اونجا کمه. پس حتما حواستون به سر و صداهای اضافه در زمان خواب پرنده باشه. لرزش بدن. اغلب وقتی مرغ عشقها خوشحال هستن بدن خودشون رو میلرزونن. البته تمام بدن خود رو در زمان شادی تکون نمیدن. اگر دم اونها در حال لرزیدن و تکان خوردن باشه نشانه خوبیه و یعنی اونها راضی هستند که با لرزیدن در زمان ترس متفاوته، چون در هنگام ترسیدن اغلب تمام بدن و بالهاشون متزلزل میشه که نشانه خوبی نیست. این مورد به این معنیه که اونها ترسیدن یا اینکه هوا سرده و نشانه بیماریه. به هر حال اگر این مدل لرزیدن رو در مرغ عشق خودتون دیدین، باید پیگیری کنید و علت و منبعش رو پیدا بکنید و جلوی اون رو بگیرید. بوز کردن مرغ عشق یکی دیگه از نشانه هایی هستش که میتونه به ما کمک کنه که بفهمیم ترسیده. در این حالت اونها بدن خودشون رو قوز کرده و سعی میکنن تا حد امکان ریز شوند. پرندگان هم مانند انسان‌ها اگر ترسیده باشند، این احتمال وجود داره که پرخاشگر و وحشی بشن. از این موضوع آگاه باشید و سعی کنید قبل از مداخله مواردی رو که باعث تحریک مرغ عشقتون شده از بین ببرید، زیرا ممکنه به شما آسیب بزنه. گاهی اوقات دلیل ترس پرنده منبعی زودگذر و خارجی هستش و شما نمیتونید کاری انجام بدید جز اینکه با حرف زدن و شعر خواندن و برقراری ارتباط حواس پرنده رو پرت کنید. رفتار دیگه‌ای که به معنی احساس خطر و ناامنی مرغ عشق هستش گاز گرفتنه. هرچند معمولاً میتوان فهمید که چه موقع قصد گاز گرفتن دارن. اونها به هدف خود خیره میشوند و با دقت تمام منقار خود رو باز میکنند. حتی گاهی اوقات یک غرغر عمیق یا صدای خشخش در میارن. در این شرایط پرنده رو رها کنید و کمی بهش وقت بدید تا آروم بشه. نباید با هیچ حرکتی باعث تحریک بیشتر پرنده بشید. امیدواریم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً حتماً ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و کلید زنگوله رو روشن کنید تا در جریان ویدیوهای بعدی ما قرار بگیرید.